مطالبات کامیونداران رو در ماهای اخیر همواره از مسئولین پیگیر بودیم، از موضوع لاستیک مورد نیازشون گرفته تا لوازم یدکی و توزیع عادلانه بار و مسائل دیگه. خیلی جلسه با نشاطی بود و جلسه مثبتی بود. ماشین میخواد حرکت کنه، لاستیک نداره، روغن نداره. برخی مطالبات در مدت 2 ماه گذشته مرتفع شد، اما بخش قابل توجهی هم هنوز باقی مونده. قطعات از 50% تا 100% افزایش داده. جنس گرونه، وقتی میگیری میاری اینجا فروشش مشکله. روغم انداشتم مثلا بود از 5 تومن یه لیترش 12000. قول دادن بیان بارا رو بیارن اینجا که آزاد نبرد، همین لاستیکا درست کنن، لوازم ما برای ما میکنن، بیممون رو درست کنن. موضوع لاستیک خودروهای سنگین از خواسته های مهم رانندگانه. وضعیت لاستیک ما اینه، خدا شاهده لاستیکم تو راترکینه، لاستیک قرض کردم انداختم. تصادفی ایجاد شد، چند نفر کشتشن، کی جواب گمانه؟ چند خریدی لاستیک جدیدو؟ 7500. قبلا چقدر بود؟ 2200. این موضوع رو از وزارت صنعت معدن و تجارت هم پیگیر شدیم که پاسخی نگرفتیم، اما یکی از نمایندگان در این باره خبری داد. به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده از صبح امروز کلیه لاستیکی که تو گمرکات هست ترخیص میشه، انشالله تا شب امیدوار هستیم که به دست کامیوندارا برسه. کلیه صادر کنند وارد کنندگان میتونن همین ساعت از امروز به گمرکات کشور مراجعه کنن و بدون هیچ محدودیتی لاستیک های وارداتی رو ترخیص نمایند. باید وضعیت خیلی دقیق بشه که اینا درست توضیح بشه و به کامیوندارای عزیز تحویل بشه رو بحث باتری و عرض شود که روغن موتور هم پیگیری هاشو، چون روغن موتورش هم همینجا در داخل داره تولید میشه، داخلی همش باتریش هم همینجا، و باید اینا فقط درست نظارت بشه که درست توضیح بشه و قیمتش هم به نحوی باشه که به هر حال مشکلات عزیزان حل بشه. به سراغ معاون حمل و نقل سازمان راهداری رفتیم. یکی از خواسته های عزیزان راننده بحث محاسبه کرایه‌شون بود که بر اساس تون بر کیلومتر باشه. به حمدالله برای گرفتن مصوبه به شورای عالی ترابری کشور ارسال شده که امیدوار هستیم انشالله در کمیسیون مربوطه بتونیم مصوبه قانونش رو بگیریم و ابلاغ بکنیم. این رو فکر میکنم ظرف یک دو ماه آینده ما این رو عملیاتی بکنیم. به نظر میرسه که دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری مطالبات کامیونداران هستند، اما این روند باید سرعت بیشتری به خود بگیره. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.